عزیزان گرانقدر، چیزهایی هست که برای قلب دارو هست، برای قلبهای حزین دارو هست. انسان گاه گاهی قلبش از حزن و از غم مملو میشه. کسانی که احساس دارن، احساس برای اسلام دارن، احساس برای انسانیت دارن، قلبشون اندوهگین میشه بعضی وقتا. کسانی که در اطراف خود نگاه میکنند، شارژهای منفی را در مردم میبینند، اعمال را از مردم میبینند که قلبشان درد میکنه. اما پنج چیز است که او داروی قلب انسان است: امنشینی با علما و صالحین. هر انسانی که با علما و با انسانهای صالح بینشینه، تمام هم و غم از او دور میشه. یک دارو هست به قلبش. تلاوت قرآن بکنه، هر وقت که وقت برایش میسر شد تلاوت قرآن بکنه. و بهترین امی است که انسان از روی مصحف بخونه، مصحف را باز بکنه و از روی از او تلاوت قرآن بکنه. کم غذا بخوره، پرخوری قلب را حزین میسازه. و شب زنده‌داری بکنه. چرا زنده‌داری شب برای قلب سکون میبخشه. وقتی که برای تهجد بیدار میشه، برای رکوع و تعظیم و سجود به ذات پاک الله سبحانه و تعالی خود نزدیک میکنه، وقت باز با دعا و تضرع در انگام سحرخیزی حزن قلب حزیره دور میکنه. هر وقتی که قلب استقامت بکنه در مقابل ناهنجاری ها، در مقابل پستی ها و بلندی های زندگی، دو وقت است که تمام اعضای بدن، تمام جواره بدن با قلب یک جا استقامت میکنه. و استقامت قلب وقتی بر انسان میاثر میشه که او الله سبحانه و تعالی را دوستی و محبتشه نسبت به هر چیز دیگری که نفسش بیار میگه، نفسش میگه فلان فلان فلان، نسبت به همه چیز خالقش از یاد دوست داشته باشه. وقتی که اولین سخن را از دیدگاه محبت الله در قلبت بزنه، پس بدان که قلب تو عزیز ما استقامت پیدا میکنه. و او وقتی میسر میشه که انسان به امر و نهی تعظیم بکنه، حدود الهی را حفظ بکنه. تمام بزرگان صالحان حدود الهی را نگاه کردن و صاحب قلب سلیم و رقیق شدن. گاگای انسان یک کار را انجام میده که تا مردم به او نگاه بکنن و در نزد مردم یک جایگاه و یک منزلت را پیدا بکنن. اما صاحب قلب سلیم کار میکنه که منزلت خود نزد الله سبحانه و تعالی تثبیت بکنه. ترس و اراس از او فقط از الله سبحانه و تعالی هست. او به فکر مردم نیست که مردم ایره تمجید بکنه، تحسین بکنه و جایگاه دوجه پیدا بکنه. چرا؟ وقتی که قلبت با الله سبحانه و تعالی معلق شد، الله سبحانه و تعالی جبریل صدا میکنه، میگه جبریل ما فلان را دوست دارم، تو هم دوست بدار. و جبریل اطاعت میکنه و میایه به ملک ها، میگه که ملک ها الله سبحانه و تعالی فلان را دوست داره، شما هم دوست بدارید. و این ملک ها نزول میکنن به زمین و محبت و انسان در قلب مردم میکاره. پس محبت، محبت قدیم است، محبت اصیل است. اصل محبت با الله سبحانه و تعالی است.
عزیزان گرانقدر، یک مرد بادیانشین بود، روستایی بود، نزد رسول مبارک صلی الله علیه و سلام آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلام از او پرسند کرد که شما کودکایتان و اطفالتان را بوسه میکنید؟ بر رسول الله صلی الله علیه و سلام گفت که ما که فرزندان خود را بوسه نمیکنیم، اما شما چطور شما میکنید؟ این وقت بود که رسول الله صلی الله علیه و سلام برش گفت که ما چی کنم که الله سبحانه و تعالی رحمت از قلب تو گرفته. انسان وقتی که در قلبش محبت بود با همه چیز محبت میورزه، همه چیز سراسر محبت میبینه و تمام ازی در قرآن نفته است، تمام برکات در قرآن است. انسان میدونه که با مطالعه قرآن، با قرائت قرآن، با تدبر به قرآن یک تغییر بزرگ در حالت قلبی خود ایجاد بکنه. به اصطلاح قلب از او به وجد می آیه، اصلاح می شه. و بزرگترین بیماری که بر انسان رخ می ته که او بیماری خطرناک قلب است، روی گردانر از قرآن است. هست مردم نماز می خوانن، عبادت می کنن، زکات می تن، حج می رن، اما با قرآن رفاقت نکرده اند، رفاقتشان را با قرآن اعلام نکردند. الله سبحانه و تعالی نسبت به تأثیر بزرگی که روی گردانی و معجول قرار دادن از قرآن به انسان میگذره، در جا جای قرآن بندگان خدا هشدار میده. محروم شدن قلب از نور الهی خیلی خطرناک است. افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ ام علی قلوب اقفالها، مگر بر دلهای اونا قفلهای غفلت نهاده شده؟ سبحان الله. پس برای دور کردن حزن و غم و مشکلاتی که در زندگی انسان رخ میده و عوامل سیاسی، منطقوی، عواملی که در جامعه رخ میده، عواملی که در اطرافیان ما رخ میده و بالای انسان تأثیر سایکولوژیکی داره و انسان را جگرخون میسازه و در نحوه رفتار از او، در نحوه تدبر از او، در نحوه و شیوه تقابل شدن از او با مردم تغییر میاره، پس باید داروهای را به خاطر رقیق ساختن و خوش ساختن قلبش، منور ساختن قلبش و استفاده بکنه، با علما بنشینه، با صالحان بنشینه، تلاوت قرآن بکنه، کمخوری بکنه، روزه های روزه سنت بگیره، روزه های ایام بیضه بگیره، شب زنده داری بکنه، دعا و تضرع بکنه، هنگام سحر برخیزه ولو دو رکعت هم باشه، زیبا بخونه. والله که یک حلاوت و یک زیبایی و یک لذت داره که تمام هم و غم و تمام چیز انسان را از بین میبره، پاک میکنه، میشویه. دعا میکنیم که این عزیز دل من، شهاب جان عزیز من، الله سبحانه و تعالی به قلب اینا سکینه بیندازه، مشکلات ایشان سهل شوه، الله سبحانه و تعالی تمام مشکلات از اینا و از خانواده اینا برداره و الله سبحانه و تعالی قلب ایشان را منور و از حزن بدور داشته باشه. آمین یا رب العالمین.